سلام، ساعت 5. خشم و خروش مردم ایران در داغ سید مقاومت. مردم یک شنبه با برگزاری تجمع در جای جای کشور، شهادت دبیرکل حزب الله لبنان به دست رژیم قاسم صهیونیستی را محکوم و اعلام کردند حزب الله زنده است و راه نصرالله ادامه دارد. بمب‌هایی که سید مقاومت را هدف گرفتند و خبر شهادتش که روز گذشته منتشر شد. شهادت سید حسن نصرالله رشیدم که خیلی ناراحت شدم. دل من قلبم شکست. شهادت هنر مردان خداست. سید مقاومت مزدش رو گرفت از خدا. از مردم درباره چگونگی ادامه مسیر حزب الله پس از شهادت سید حسن نصرالله و همچنین عاقبت رژیم صهیونیستی پرسیدی. سید حسن نصرالله یه فرد نبود، یه مکتب بود. مکتبی هم که بنا نهاده قطعاً چندین سید حسن نصرالله الان در حزب الله لبنان پرورش یافتند. اینجوری نیست که به واسطه حذف یک فرد یه سیستم متوقف بشه. خون شهید در واقع سید حسن ها رو پرورش خواهد داد. مطمئنم که بعد از ایشون هم یه فردی میاد که راه ایشون رو ادامه میده و بهتر و به نظر من کوبنده تر. حزب الله قائم به شخصی است و راه حزب الله ادامه خواهد داشت. این جبهه مقاومت شکست نمیخوره که پیروزتر میشه با شهید شدن سید حسن نصرالله. حزب الله لبنان مقتدر ادامه خواهد داد. سید عباس موسوی رو سال 1992 شهید کردن. نتیجهش کی بود؟ سید حسن نصرالله. مطمئن باشن بعد از این هم کسی خواهد اومد که روزگار اینها رو سیاه میکنه. بعد از سید حسن نصرالله رزمندگان مقاومت پیش از پیش و دشمن صهیونیستی بیتازن و انشالله در آینده نزدیک پیروز خواهند شد. ظلم و ظالمین هیچ موقع پاورجا نمیمونن و مردم فلسطین و لبنان همیشه باید امیدشون رو داشته باشن و هیچ موقع امیدشون رو از دست ندن. ایستادگی کنن، مقاومت داشته باشن، ما هم در کنارشون هستیم به امید خدا. امروز روزی همه ملت‌های مسلمان با هم متحد بشن و به شرارت‌های رژیم صهیونیستی برای همیشه پایان دهند. ظلم هیچ‌وقت پایدار نمیمونه و ما کشورهای اسلامی سعی می‌کنیم و باید بتونیم که از هم‌نوعان خود مسلمونمون دفاع کنیم. ما در کنار حزب الله لبنان و جبهه مقاومت اسلامی هستیم. این دیگه دوران آخرش داره دست پا میزنه. به زودی نابودی اسرائیل رو خواهیم دید. 100% از بین میره. موندگار نیست. آخرین نفساش. و السلام. دیگه انشالله زمینگیر میشه. به زودی خبر نابودی صهیونیست رو هممون میشنمه و گوش هممون میرسه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. شمار شهدای روز یکشنبه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به 109 تن رسید. اشغالگران از بامداد یکشنبه جنوب و شرق لبنان را از جمله زاهیه در جنوب بیروت، بلبک، سیدا، سور، بقا بمباران کردند. در این حملات بیش از 364 نفر هم زخمی شدند. جمیل حد. یا علی. یا امام علی. یک شنبه همچنین مناطق مختلف در شمال سرزمین‌های اشغالی از جمله نهاریه الجلیل و جولان بارها شاهد به صدا درآمدن آژیرهای خطر بود. در جدیدترین حملات حزب الله، رسانه‌ها از شلیک موشک سنگین زمین به زمین از لبنان به سمت حیفا در شمال فلسطین اشغالی و به صدا درآمدن آژیر خطر در این شهر خبر دادند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که دنبال این حمله بیش از 1,000,001 صهیونیست به پناهگاه ها فرار کردند. اسحاق بریک، افسر ارتش رژیم صهیونیستی، با انتقاد از سیاست های ترور جمعی این رژیم گفت حتی اگر اسرائیل لبنان را با خاک یکسان و آن را مثل غزه به تلی از خاک تبدیل کند، باز هم نمیتواند
حزب الله را شکست دهد. بهمن 1370، ماشینی حامل دبیرکل وقت حزب الله در جاده های جنوب لبنان مورد حمله هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی قرار میگیرد. سید عباس موسوی به همراه فرزند و همسرش به شهادت میرسند. رسانه های عبری خوشحال و سرمست از این ترور برای صهیونیستا مینویسند: دیگر نگران نباشید، دوران درگیری با حزب الله به پایان رسیده است. ساعتی بعد اما این چهره جوان 32 ساله پرچم حزب الله را در دست میگیرد. در همان سخنرانی اول با آنکه کم سن و ساله است اما یک پیش بینی دارد شنیدنی برای صهیونیست ها، اینکه مقاومت لبنان متوقف نمی شود و برعکس قوی تر هم می شود. شهادت دبیرکل حزب الله دلیل سطح بالای رشد و بالندگی راه حزب الله در لبنان است و دلیل سطح بالای حضور میدانی و همبستگی فرماندهان با نیروهای خود است. 8 سال زمان نیاز بود تا درستی پیشبینی سید حسن نصرالله ثابت شود. سال 2000 میلادی 1379 شمسی درگیری‌های 15 ساله جنوب لبنان با شکست ارتش رژیم اشغالگر به پایان می‌رسد. صهیونیست‌ها مجبور به عقب نشینی می‌شوند و مقاومت اراضی لبنان را پس می‌گیرد. حالا اگرچه 32 سال از ترور شهید سید عباس موسوی و نتایج آن برای اشغالگران گذشته، اما انگار صهیونیست‌ها حافظه تاریخی قوی ندارند. این را پیتر برگمن تحلیلگر CNN میگوید. او در گزارشی به بهانه ترور شهید سید حسن نصرالله مینویسد: اسرائیل باید از تاریخ خود درس بگیرد و بداند چنین حملاتی در فلج کردن گروه‌های نظیر حزب الله موفق نیستند. در سال 2008 اسرائیل عماد مغنیه رهبر نظامی حزب الله را در دمشق سوریه حذف کرد، اما این گروه در سالهای بعد قدرتمندتر شد. افزایش قدرتی که به تعبیر نیویورک تایمز در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات نظامی خود را به خوبی نشان می‌دهد. در گزارش این وبگاه تحلیلی آمریکایی آمده: برآوردهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نشان می‌دهد حزب الله 100,000 نیروی فعال نظامی دارد. در این گزارش همچنین ذکر شده حزب الله بزرگترین زرادخانه در بین هر گروه مسلح غیر دولتی در جهان را دارد. این گروه در حوزه هوایی دست کم 150,000 از انواع راکت و موشک‌ها را در اختیار دارد. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما. از همراهی شما سپاسگزارم.